صعود تیم ملی فوتبال بلژیک به جام جهانی شادی و خوشحالی را برای مردم این کشور برمغان آورد. بلژیک آخرین بار در سال 2002 در جام جهانی حضور یافته بود و همین شادی مردم بلژیک را دوچندان کرده است. این تیم در بازی آخر خود در حالی که تنها نیاز به یک تساوی داشت کرواسی را شکست داد و در مجموع با 26 امتیاز مقتدرانه به جام جهانی راه یافت. بلژیک در جام جهانی 2002 خروج زودهنگامی داشت و همین باعث شد تا نیاز به تغییر توسط فدراسیون فوتبال این کشور احساس شود. میشل سابلون مدیر فنی پیشین فدراسیون فوتبال بلژیک گروهی از پژوهشگران ورزشی را به خدمت گرفت تا دلایل ضعف فوتبال این کشور را بررسی کند. آقای سابلون در این مورد میگوید قبلا بازیکنان ما 11 در برابر 11 بازی میکردند و بدون توپ میدویدند بدون اینکه از این کار لذت ببرند. بنابراین ما سبک تمرین را تغییر دادیم به این صورت که بازیکنان تا سن 7 سالگی 5 در برابر 5 بازی میکنند، تا 10 سالگی 8 در برابر 8 و سپس 11 در برابر 11 بازی میکنند. آقای سابلون و همکارانش بعداً برنامه‌ای را طراحی کردند که بر توانایی‌های پایه تمرکز داشت. آنها به این نتیجه رسیده بودند که فشار زیادی به بازیکنان جوان وارد می‌شود تا به هر قیمتی برنده باشند. آنها سپس به سراسر بلژیک سفر کردند تا تمام باشگاه‌های حرفه‌ای، آماتور و مدارس را قانع کنند که بازیکنان با برنامه جدید بازی کنند. آقای سابلون می‌گوید برای بهره‌گیری از تمام زمین فوتبال و قرار دادن بازیکنان در کنارها و تقویت بازیکنان دفاعی در پخش توپ، سیستم 4-4-3 را انتخاب کردیم. اما نکته حائز اهمیت این است که بازیکنان پس از سن 10 سالگی هم این سبک تمرینات را ادامه می‌دهند. اما آیا الگوی بلژیک را می‌توان در دیگر کشورها پیاده کرد؟ عدم موفقیت تیم ملی انگلستان برخی را بران داشته که از کاهش بازیکنان خارجی در لیگ برتر این کشور سخن به میان آورند. ژوان والم سرمربی تیم زیر 21 سال بلژیک در این مورد میگوید بهتر است به آموزش بازیکنان جوان نگاه تازه‌ای داشته باشیم. اگر در بلژیک به بازیکنان بلژیکی و در انگلستان به بازیکنان انگلیسی نتوانیم آموزش دهیم، آنگاه به بازیکنان خارجی جوان هم نمی‌توانیم این آموزش‌ها را منتقل کنیم. حال نگاه ها به تیم ملی بلژیک دوخته شده تا عملکرد این تیم در جام جهانی برزیل را شاهد باشد.